کتابی که 40 سال پیش پشت پرده ویروس کرونا را پیش بینی کرد. اما چطور؟ این کتاب در سال 1981 با جزئیات کاملا دقیق از ویروسی صحبت میکنه که توسط کشور چین و با هدف سلاح بیولوژیک در آزمایشگاه ساخته شده و در سال 2020 از شهر ووهان منتشر میشه. طبق متن کتاب، ویروس ووهان 400 یا همان کرونا یک ویروس آزمایشگاهیه که از شهر ووهان منتشر میشه و شیوع پیدا میکنه. علائم درگیری با این ویروس در ابتدا مثل یک سرماخوردگی ساده به نظر میرسه، اما در واقع سیستم تنفسی رو هدف میگیره و فقط انسانها رو درگیر میکنه. جزئیات شهر داده شده به قدری دقیقه که باعث تعجب همه شده و این سوال رو پیش آورده که اگه این ویروس به گفته یک کتاب ساخت کشور چین هست و از شهر ووهان هم منتشر میشه، چین چرا و با چه هدفی این کارو انجام میده؟ سال 2002 خبر شیوع سارس و قدرت کشتارش دنیا رو به وحشت انداخت. ولی دست‌های پشت پرده از انتشار این خبر انگیزه و اهدافی داشتن که خیلی خوب هم بهش رسیدن. و بعدها مشخص شد اصلا چنین ویروسی وجود خارجی نداشته و با مهندسی ژنتیک و در آزمایشگاه برای اهدافی خاص تولید شده بود. و این در حالیه که درست همزمان با تولید ویروس واکسنشو ساخته بودن و در زمان مناسب از اون رونمایی کردن و فقط خودشون رو واکسینه کردن و بیش از 15 میلیارد دلار درآمد خالص براشون داشت. یکی از جالبترین حقه‌های بشر بعد از ویروس سارس انتشار خبری بود مبنی بر وجود و شیوع ویروسی از خانواده کرونا ویروس که حتی اسمی هم براش تعیین نشده بود. خوب دقت کنید. رهبران چین در واقع از چنین تکنیک اقتصادی گمراه کننده ای بهره بردن تا هم از شر سرمایه گذاران سمج اروپایی خلاص بشن، هم یوان واحد پول ملی خودشون رو نجات بدن. و چون خیلی خوب میدونن که اروپایی ها دنبال زمین خوردن چین هستن، سناریویی رو به دقت بسیار بالا طراحی کردن و نه تنها همه دنیا رو گول زدن، بلکه 200 میلیارد دلار رو توی 2 روز به خزانه برگردوندن. اما چطور؟ قبل از شیوع ویروس کرونا، اغلب مراکز تکنولوژی و کارخانه‌های مواد شیمیایی تحت مالکیت اروپا و آمریکا بودند و نیمی از درآمد و سود حاصل به جیب اونا می‌رفت و این داشت باعث سقوط ارزش پول چین در مقابل دلار و یورو می‌شد. تا اینکه خبر انتشار کرونا تمام رسانه‌ها و افکار عمومی دنیا رو درگیر خودش کرد. تا جایی که دولت چین اعلام کرد حتی قادر به تهیه ماسک کافی برای شهروندانش نیست. چه جالب. بعد از یک هفته سکوت، رئیس جمهور چین جلوی دوربین ها ظاهر شد و گفت حاضر هر کاری برای نجات کشورش انجام بده و کرونا که باعث سقوط ارزش سهام شرکت های اروپایی و امریکایی شده رو بلایی وحشتناک توصیف کرد. و چند روز بعد دوباره در برابر رسانه ها با چهره آرامتر و لبخندی روی لبش گفت که چین به رسم همکاری حاضر سهام تمام شرکت های خارجی که چین رو ترک کردن بخره. و این در حالیه که ارزش سهام این شرکت ها به پایین ترین حد ممکن رسیده بود. شرکت های خارجی وقتی فهمیدن تو چه دامی افتادن که کار از کار گذشته بود و دیگه جایی تو بازار عظیم چین نداشتن. این یعنی گمراه سازی سیاسی با استفاده از سناریوی دراماتیک که به دقت توسط چین طراحی شده بود. در طی این مدت تعدادی از ویروس شناسان در کشورهای مختلف و حتی در خود کشور چین از جمله بوتائوشیاو و لیشیاو اعلام کردند که کرونا یک ویروس آزمایشگاهی است. و همچنین در امریکا سناتور تام کاتنه با شیوع کرونا چین رو به ساخت سلاح بیولوژیکی متهم کرد. چینی ها خفاش رو خام نمیخورند و ویروس کرونا با حرارت از بین میره. پس چرا این اتفاقات افتاد؟ ویروس کرونا کودکان زیر 10 سال رو مبتلا نمیکنه، چون بچه ها نسل آینده ی هر کشوری هستن و هیچ کشور عاقلی نسل آینده ی کشورشو به خطر نمیندازه. دلیل اینکه بیشتر مبتلایان از افراد بیمار و مسن و ضعیف جامعه هستن اینه که این ویروس اینطوری طراحی شده و قرار بوده اینطوری عمل کنه. چون افراد مسن و از کار افتاده به خاطر حقوق بازنشستگی و خدمات پزشکی و همینطور بیمه برای حکومت‌ها بار اضافی مالی دارن و باید حذف شوند. همچنین جوانانی با سیستم ایمنی ضعیف که توان کارگری یا پول درمان ندارند در قبال حقوق شهروندی و امتیازاتی که دریافت می‌کنند نه خدمتی ارائه می‌دهند و نه مالیاتی پرداخت می‌کنند و نه همینطور به درد خدمت به طبقه اشراف می‌خورند. پس اونها هم باید بمیرند و حذف شوند.
چین در ابتدای شروع کرونا سکوت کرد، اما نه برای کتمان، برای اینکه از تکثیر ویروس مطمئن بشه. بیرون دادن ویدیوهای ساخت بیمارستان در 10 روز هم توسط خود دولت چین صورت گرفت. چین تا چند هفته یا نهایتاً چند ماه دیگه داروی درمان این بیماری ترسناک را بیرون میده و سود هنگفتی از این کار به دست میاره. سودی واقعاً هنگفت و افسانه‌ای، و البته محبوبیت کالاهای چینی رو هم با ساخت این دارو افزایش میده. چین با این کار یک پیام مهم هم برای دنیا داره و اون اینه که اگر بخواد میتونه تمام مردم دنیا رو از بین ببره بدون اینکه از موشک و یا حتی یک گلوله استفاده کنه، که این واقعا ترسناکه.